فکر کنم این استکاک جامعه سنتی و این جامعه مدرن رو پیوسته نشون میده. سینماگر ایرانی به نظر من در اون سرگشتگی هایی که داره بیشتر به سنت تکیه میکنه تا انقلاب، برای اینکه به اون کسانی که با سنت مبارزه میکنن وقعی گذاشته نمیشه، بهشون میدان داده نمیشه. بنابراین اون کسانی رو که حضورتون عرض کنم تکیه به سنت میکنن، من یه تحقیقی کردم در مقایسه سینمای ترکیه، سینمای مصر و سینمای ایران و به این نتیجه حیرت انگیز رسیدم که سینمای ایران پیش از انقلاب، گرچه سینماگرانی هستند که در این حال که با سنت مبارزه میکنن، در این حال هم با اون چیزی رو که خودشون دیکتاتوری و استبداد شاهنشاهی مینامند مبارزه میکنن، ولی طیف عظیم و گسترده سینمای ایران در واقع برای مبارزه با اون چیزی که دیکتاتوری مینامه به سنت تکیه میکنه، مثل کیمیایی. توجه میکنیم؟ در صورتی که در سینمای ترکیه و مصر اینجور نیست. پیوسته ما سینماگرانی رو داریم که در این حال که با سنت گرایی و سنت پرستی جامعه مبارزه میکنن، در این حال هم با حضورتون عرض کنم که دیکتاتوری مبارزه میکنن. شما نگاه کنید مثلا یوسف شاهین رو نگاه کنید، شما نگاه کنید یلماز گونه رو نگاه کنید در حضورتون عرض شاید ترکیه، شما نگاه کنید به شادی عبدالسلام که این فیلم واقعا حیرت انگیز مومی رو در مومیایی رو در مصر ساخت، و حسین کمال اون فیلم پستچی رو و فیلم‌های دیگر و دیگر. بنابراین ما اگر این فیلم‌ها رو در کنار هم بذاریم، این سرگشتگی جامعه ایران رو می‌بینیم، بعد وارد جامعه پس از انقلاب می‌شیم که تمام معیارها رو می‌خوان عوض کنن، در حالی که این کشش و کوشش جامعه پیش از انقلاب پیوسته سعی می‌کنه همچون آهنربایی که هی می‌خواد اینو بیاره به این طرف، می‌خواد اینو به طرف خودش بکشه، و در واقع در پی یک نوع راهگشایی در جامعه است. شما به مثلا فیلم عروسی خوبان مخمل باف نگاه بکنید، واقعا این حاجی که رفته به جبهه کشته دیده و در واقع شاید شهید زنده بشه اسمش رو گذاشت با معیارها و تعاریفی که در ایران وجود داره، میبینیم که این سرگشتگی، این دور دایره دست بر ندار گشتن و این گویی که یک موجی از کرات دیگری اومده، از کرات شاید اندیشه اومده، هی ذهن این رو فشار بهش میاره تا اینکه این رو از دایره بیرون کنه. شما برگردید بریم یه مقدار جلوتر، میرسیم به فیلم بایسیکل ران مخمل باف، شما نگاه کنید این همین جوری که با این دو چرخش دور این همین دایره‌ای که من گفتم دایره دست بر ندار میگرده، گویی مثل یک سفینه‌ایه که در دور یک مداری میگرده و گویی اینک آن الان فرا میرسه که این از این مدار خارج بشه، و میبینیم که در فیلم های بعدی کم کم میبینیم که داره خارج میشه. چیز رو ببینید، فیلم همین کلوزآپ یا نمای نزدیک کیارستمی رو شما ببینید، همون است. شما مشق شب رو ببینید، همون است. شما حتی فیلم آخری که در کن نشون داده شد رو شما ببینید، سمیرا مخمل باف، گروهی که دانش دارند و میخوان به دیگران بیاموزند، تخت سیاهایی که زمینه سیاهی رو داره که به نظر من زمینه سنت هست، رو در پشت خودشون به عنوان یک بار، به عنوان یک شارج در پشت خودشون حمل میکنن و از دره‌ها و کوه‌ها سرازیر میشن، بالا و پایین میشن، و همچنان این سرگشتگی رو نشون میده. سرگذشت انسان‌هایی که در پی خیشتن خیشن، سرگذشت انسان‌هایی که در به دنبال یک جایگاهی می‌گردن تا این کوله بار گذشته پیوندی رو، من اسمش رو می‌ذارم گذشته پیوندی رو، از دوششون پایین بیارن، بگذارن در یک گوشه‌ای و با خط سفید، برای اینکه پیوسته ما با مرکب بر روی سفیدی می‌نوشتیم، این بار با سفیدی بر سیاهی که زمینه ماست بنویسیم و گل برویانیم شاید، و اندیشه بنویسیم روش و خرد بنویسیم و به طرف خرد. بنابراین من فکر میکنم که از این جهت میشود سینمای ایران رو گفت سینمای ایران تصویر جامعه‌ای که در پی خیشتن خیشه، و بنابراین سینما رو میتونیم بگیم تصویر خوددرمانی جمعی همگانی ملت ایران و
کیلومتر درمان. آقای دکتر، به عنوان آخر سوالم، با توضیحاتی که شما در مورد سینمای ایران دادید، این سینما به کجا میره و چه آینده‌ای رو در پیش داره؟ ببینید، آینده رو که من نمیتونم بگم که سینمای ایران چی میشه، ولی مجموعه ای که شما ببینید، قطاری رو که از تبریز به طرف تهران حرکت کرده، ولو اینکه ایستگاه های مختلفی هم داشته باشه، اگر سنگ اندازی در سر راش نشه، با یک نوع تنین، با یک نوع ریتم خاص به تهران خواهد رسید. این رو من فکر میکنم این پاسخی بود که هست که من میتونم به شما بدم. ولی یه مسئله دیگه ای رو هم بگم. شما ببینید، در غرب سینمای ایران بسیار بسیار مورد توجه. من با آدمهای مختلفی که در اونجا صاحب نظر هستن و خصوصا این استاد خود من مارک فرو که در اونجا هست، یا دیگران و حتی جان کلود کریر صحبت میکردم، فکر میکنم که سینمای ایران، اونجا به اونها هم همینو گفتم، سینمای ایران یک سینمایی است که احتیاج به یک ریتم جدید داره. یعنی ما گویی که یک هو از این همه دستاندازهای مطبوع، این همه ریتمهای متنتن که ما رو از جایی به جای دیگر آورده و تولید نوعی شیفتگی در غرب کرده، یهو گویی به سطح مسطحی رسیده و این رو باید ما خیلی زود بشکنیم، وگرنه کهنه میشه. به نظر من سینمای ایران باید به زودی و به فوریت ریتم رو تغییر بده، ولی اینکه این ریتم دیگه عادی شده. یادمون باشه که در سالهای 1980 و پیش از اون، سینمای ترکیه یکی از تولید کنندگان مهم سینما در جهان بود. سینمای با کیفیت ها، نه سینمای از نظر محتوایی شو برخورد کنید، محتوایی، هم محتوایی هم تصویری. در سینمای ترکیه شاید بشه گفت سینمای ترکیه سوپرمارشه درخشانی بود، یک مغازه بسیار درخشانی بود که در اون همه نوع ادویه تصویری وجود داشت، از بلندترین ها که تولید کنندگان مثلا میتونیم بگیم این مزگونه و دیگران بودن، تا فیلم های حتی سکسی و فیلم های پورنوگرافیک، همه چیز در این سوپرمارشه وجود داشت. فیلم های مصر همینجور. ولی اینها یک هو به خاطر عدم پویایی و به خاطر عدم جنس دیگر کردن، باید نترسید از اینکه تازه به تازه نو شد. اگر ما پیوسته یک چیزی رو بگیم دیگه، شما بدونید اینو، اگر ما امسال دو سال دیگه پیوسته در همون امتداد خط گذشته حرکت بکنیم، پیوسته فیلم هامونو از دست همدیگه کپی بکنیم، برای اینکه دیگه تبدیل به کپی شده، دیگه تبدیل به تولید انبوه شده، اگر ما از این کار دست بر نداریم، متاسفانه سینمای ایران باید تا چند سال دیگه از این حالت شکفتگی به حالت نهفتگی بره. ولی اگر استعدادهای جدیدی شکوفا بشه، راه و خطهای جدیدی بیاد، امواج جدیدی ایجاد بشه، حتما سینمای ایران یکی از زایاترین سینماهای جهان میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همچنان که عرض کردم، پیشینه تصویر در جامعه ما، اگر ما، چون پیشینه تصویری ما و هند و هم دیگه نزدیکه، اگر ما این تصویر، این پیشینه تصویری رو که دست کم از مهاراباتا در هند و پیشینه تصویری خیلی خودمونی تر و خودمونی تر در از اوستا شروع میشه رو بگیریم تا به شاملو ختم میشه رو، اینو و دیگران که همچنان ادامه داره، این پیشینه تصویری رو ما میتونیم ازش به عنوان یک معدن حیرت انگیز تصویر ازش استفاده بکنیم. خصوصا که ایرانی ها موفق شدن ممنوعیت تصویر رو بشکنن ولی به نوعی در خودشون هضم بکنن، توجه میکنیم. بنابراین ما میتونیم یکی از موفق ترین سینماهای جهان بشین که امید رو گرامی بداریم که حتما خواهیم.